سلام و درود با همه شما همراهان عزیز هویجی، در خدمت شما هستیم با یکی دیگه از ویدیوهای هویجی. قبل از هر چیز یادتون نره که پیج اینستاگرام ما رو فالو کنید و اونو با دوستاتون به اشتراک بگذارید. آدرس صفحه رو میتونید در گوشه تصویر مشاهده کنید. در اواخر سال 1867 آلاسکا از مالکیت و سلطه امپراتوری روسیه به ایالات متحده آمریکا منتقل شد. مبلغ معامله معادل 7.2 میلیون دلار بود. یک سوال که باید پرسید این است که چرا روسیه تصمیم به فروش مستعمره خود گرفت؟ علاوه بر این، چرا آن را به ایالات متحده فروخت و چرا به انگلیس و یا قدرت استعماری دیگر نفروخت؟ خب، دلیل اصلی فروش آلاسکا شکست روسیه در جنگ کریمه بود. جنگ چندین اثر داشت. اول اینکه روسیه تا حد زیادی ورشکسته شده بود و در حال تلاش برای بازپرداخت بدهی‌هایی بود که برای مبارزه در جنگ بالا آورده بود. دوم اینکه پیروزی نیروی دریایی سلطنتی انگلستان در برابر نیروی دریایی روسیه مدرن مشخص ساخته بود که روسیه قبل از آنکه بتواند بریتانیا را در دریا به چالش بکشد، باید راه زیادی طی کند. به این ترتیب رهبری روسیه متوجه شد که اگر جنگ دیگری شروع شود، انگلستان می تواند به راحتی از طریق کانادا این مستعمره را فتح کند. حالا آلاسکا چه نوع قلمروی بود؟ برای شروع در آن زمان آلاسکا نامیده نمی شد. به سادگی آمریکای روسی نام داشت و برای امپراتوری روسیه چندین چیز فراهم می کرد. اول از همه اعتبار داشتن قلمرو و خارج از کشور و مزایای اقتصادی که آلاسکا به همراه داشت، اما محافظت از آن هزینه بسیار بیشتری داشت. شما می توانید ببینید که چرا فروش آن ضروری به نظر می رسید. در ضمن، فروش آمریکای روسی توسط برادر دوم امپراتور اسکندر، دوک کنستانتین بزرگ، که خواهان تقویت و آزادی امپراتوری در پی شکست در جنگ کریمه بود، آغاز شد. متقاعد کردن امپراتور برای توافق برای فروش زحمت زیادی نداشت. اما سوالی که مطرح بود این بود که به کدام کشور؟ خب، با توجه به اینکه سرزمین‌های آمریکای شمالی آنها با آمریکای روسی هممرز بودند و آنها حق عبور و مرور در آب‌های آنجا و تجارت با مستعمره را داشتند، بریتانیا یک خریدار واضح بود. پس چرا آن را به بریتانیا نفروختند؟ خب، روسیه و بریتانیا رقبای امپریالیست بودند و دادن یک ساحل بزرگ نزدیک به روسیه به بریتانیا کار به طور بالقوه خطرناکی بود. همچنین انگلیس علاقه‌مند به خرید نبود، زیرا کانادا به اندازه کافی بزرگ بود و انگلیس دسترسی کافی به اقیانوس آرام داشت. بنابراین ایالات متحده آمریکا واقعا تنها نامزد احتمالی برای خرید بود. روسیه در اوایل دهه 1860 در مورد خرید به طرفین نزدیک شد، اما آنها درگیر جنگ داخلی آمریکا که آنقدر شناخته شده نیست بودند. پس از حل جنگ، ایالات متحده مجبور شد با مسائل بازسازی مقابله کند و خرید آلاسکا یک حواس‌پرتی مفید بود. امپراتوری روسیه نیز مشتاق حفظ روابط خوب با آمریکا به عنوان متحد بود. در ماه مارس سال 1867 میان دولت‌های ایالات متحده و روسیه توافق شد که آلاسکا خریداری شود. اما چگونه آنها قیمت را حل و فصل کردند؟ خب، روسیه یک تیم از نقشه‌برداران را برای بررسی چیزهایی مانند منابع طبیعی فرستاد تا ببیند زندگی در آلاسکا چقدر خوب است و مشخص شد که آلاسکا حدود 10 میلیون دلار ارزش دارد. با این حال از نظرسنجی‌ها استدلال می‌شد که آلاسکا نباید اصلا فروخته شود و حکومت آن به سادگی باید اصلاح شود. امپراتور این را نادیده گرفت و هر دو طرف مذاکره نمودند تا در قیمت 7.2 میلیون دلار به توافق رسیدند. در اکتبر 1867 آلاسکا به آمریکا منتقل شد و توجه روسیه پس از آن به جنوب و غرب متمرکز شد. شما میتونید ادامه ویدیوهای ما رو در انتهای همین ویدیو مشاهده کنید. همچنین یادتون نره که نظرات خودتون رو در قسمت کامنت این ویدیو با ما به اشتراک بگذارید. ممنون که با هویج همراه بودید. نظراتتون رو با ما در میون بگذارید و بگید چه مطالبی را بیشتر دوست دارید. یادتون نره که این ویدیو رو لایک کنید و با دیگران به اشتراک بگذارید. هویج هواتون رو داره.